الی خورسندفر جامعه شناس ما رو همراهی میکنه. خانم خورسندفر، تلخ و شیرینه، شیرینه که آدم میبینه بالاخره تعدادی از زنان تونستن وارد سالن بشن، ولی در این حال تلخ و باور نکردنی که در سال 2022 هنوز هم کشوری هست مثل ایران، جز معدود کشورهای دنیا اگر تنها کشور نباشه، که زنان برای رفتن و تماشای یک بازی ورزشی با چنین محدودیت های روبرو هستن. بعد خب باید گفتش جای بسیار تأسف داره، مخصوصا هزینه‌ای که داده شد برای این جریان و اون هم خودسوزی دختر آبی و که سر خدایاری ملقب به دختر آبی هستش. ولی من فکر میکنم با توجه به این که بالاخره سیستم حاکم پذیرفته که عقب نشین موازی و سخت خودش، این یک نقطه عطف هست و یک اتفاق خوب محسوب میشه. از این لحاظ من برای اینکه بیشتر به این مسئله بپردازم باید یک گزینه رو مطرح کنم، اینکه در تعریف و بین اختلاف بین تعریف و واقعیت یک مفهوم سیاسی به نام نظام‌های خودکامه، نظام‌های توتالیتر، و اون این هستش که وقتی که این کلمات گفته میشه در تعریف این نظام‌هایی که مبتنی بر رضایت مردم نیستن، آنچه که به ذهن متبادر میشه این هستش که اینها میتوانن تحت هر شرایطی سیاست‌ها و در واقع ایدئولوژیشون رو اجرایی کنن. اما بحث اینه که در واقعیت همچین چیزی امکان پذیر نیست، یعنی اونقدر که این کلمات مطلق هستن در توصیف این نظام های سیاسی انقدر مطلق نیستن، به خاطر اینکه معنهایی وجود داره. این معنها یک سریش برمیگرده به روابط بین المللی که دارن، نظارت نهادهای بین المللی، و معنی بعدیش هم که خیلی مهمه برمیگرده به نظام اجتماعی تحت عنوان اتفاقهای من جمله کنش های مدنی که دارن برای اینکه به عنوان یه مانع عمل میکنن برای اینکه نظام سیاسی نتواند همه آنچه را که میخواهد اجرایی کند. خب ما در این موضوعیت می‌بینیم که مجموعه عواملی از این معنها دست به دست هم داده که در نهایت منتهی به این شده که حاکمیت کوتاه بیاد. یکیش کنش‌های مدنی بوده که زنان داشتن و بهای به اون سنگینی پرداخت کردن بابتش. دومین خب این صدا از طریق شبکه‌های اجتماعی به گوش نهاد بین نظارتی فیفا رسید، و گزینه سوم من فکر می‌کنم که مسئله برجام که این وسط وجود داره و برای جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند به منابع مالی خودش دسترسی پیدا کنه، برای اینکه بتونه در عرصه داخلی تسلط داشته باشه، این گزینه هم در این شرایط حساس یکی از دلایلی بودش که عقب نشینی کرده حاکمیت از این موضوع. خانم خورسندفر، به نظر میاد تناقض‌های زیادی هم در همین نظام جمهوری اسلامی هست، چطور این رو ارزیابی می‌کنید؟ یعنی شاید نزدیکترین حکومت بهش حکومت طالبان رو بشه نام برد، ولی خب اونها یک پارچه هستن، یعنی زنان رو تقریبا در هیچ عرصه‌ای راه نمیدن. ایران مثلا میبینید که حالا به هزار و یک دلیل اجازه میدن که زنان در دانشگاه تحصیل بکنن، حتی در همون مجلس شورای اسلامی هم نمایندگان زن هست، ولی بعد یک چیز خیلی به نظر شاید ساده مثل رفتن به استادیوم ممکن نیست. این تناقض رو چطوری میشه ارزیابی کرد؟ ببینید، اولا که اون فضای اجتماعی که در و نیروی اجتماعی که در ایران هستن قابل مقایسه با افغانستان نیست. افغانستان به دلیل اینکه سالها درگیر جنگ‌های داخلی بوده، اون انسجام اجتماعی در بین مردم وجود نداره و مردم بسیار ایدئولوژیک‌تر هستن از مردمی که در واقع نظام اجتماعی ایران رو تشکیل میدن. یکی از دلایلی که ما این تناقض ها رو میبینیم این هستش که نظام سیاسی به دلیل موقعیتی که در منطقه داره و به دلیل امتیازاتی که میخواد از منطقه بگیره، و ضمن این که با یک نظام اجتماعی طرف است که طی 43 سال اجازه نداده که با آسودگی در واقع حکومت بکنه، از این رو مجبور هستش که گاهی امتیازاتی رو بده به نظام اجتماعی و به مردم، امتیازاتی که اثر رضایت نیست، در تضاد با عقاید و منافع ایدئولوژیکیش هست. ولی از اون ور ما دیدیم که در روی کرداش این بوده، به محض اینکه جایی این امتیازات رو داده، در جای دیگری برای نمایش قدرت و نمایش تمامیت‌های خودش عرصه رو تنگ‌تر کرده، ماشین رو با وحشت رو بیشتر به کار انداخته. مثال شاهد این مسئله همون در مسئله اعدام ها زمانی که 3 نفر از معترضین آبان رو منصرف شد از اعدام کردنش در مسئله هشتگ هایی که زده شد، به
در مدت بسیار کوتاهی بعد نوید افکاری رو اعدام میکنه، علارغم اینکه همون فضای کنشگری نسبت به مسئله اعدام در خصوص این فرد وجود داشته. اینها رفتارهایی است که نظام سیاسی خواهد داشت، امتیازاتی خواهد داد و بلافاصله بعد از دادن امتیازات یک فضای رو به وحشت ایجاد خواهد کرد. علی خرسندفر، جامعه شناس، ممنونم از شما.